تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ آیه 383 از سوره بقره، آیه که میگه ود روز واجب است، با هم بشنویم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما مقرر شد، نوشته شد بر شما روزه بگیرید، یعنی ثبت شد، قطعی شد، قطعا باید روزه بگیرید. راجع به نماز هم میگیم کتابا موقوتا، یعنی این که میگه مثل میگن ثبت شد، ثبت شد، تصویب شد، تصویب شد، ثبت شد، نوشته شد، قطعی شد. چی قطعی شد؟ قطعی شد که روزه بگیرید. کما کتب علی الذین من قبلکم، همون طوری که بر کسانی که پیش از شما بودن یه همچی مقرراتی بود، یعنی ادیان قبلی هم روزه داشتن. و این هم عرض کنم بزرگ شما که مسئله احکام اسلام بسیارش در ادیان دیگه هم بوده، مثلا نماز در ادیان دیگه هم بوده. حضرت ابراهیم قبل از موسی و عیسی میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدا به موسی میگه نماز بخون، اقم الصلاة ذکری، به عیسی میگه نماز بخون و اوصانی به الصلاة، شعیب نماز داشته، یا شعیب اصلاتک تأمرک، روزه در ادیان دیگه بوده، نماز در ادیان دیگه بوده، جهاد در ادیان دیگه بوده. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چقدر انبیا بودن که افراد مخلص و مجاهد همراه داشتن و در جبهه ها جنگ میکردن. زکات در ادیان دیگه بوده و اوصانی به صلاة و زکات مال حضرت عیسی است. امر معروف قبل از اسلام بوده، لقمان به بچهش میگه یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف، امر معروف که یقتلون الذین یأمرون بالمعروف، یقتلون النبیین، یقتلون الانبیاء، یقتلون الذین یأمرون بالمعروف. به هر حال این اسکلت دینی در همه ادیان بوده، از جمله روزم بوده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آورده اید، ثبت شد، نوشته شد، مقرر شد و حتمی شد که شما روزه بگیرید، همان گونه که بر ادیان قبل هم روزه واجب شد. هدف چیه؟ لعلکم تتقون، تا گناه شما کم بشه، تقوا داشته باشید. گناهان انسان اگر شاخه شاخه بشه، شاخه های گناه از دو طریق آب میخوره، اکثر گناهان از دو تا ریشه آب میخوره، یا ریشه شهوت یا ریشه غضب. و گرسنگی این شهوت و غضب رو میاره پایین. وقتی این دو تا ریشه آب نخورد، شاخاش هم پژمرده میشه، شاخهای گناه هم پژمرده میشه. خب از یا ایها الذین آمنو معلوم میشه که آیه مدنیه. معمولا یا ایها الذین آمنوها مال مدینه است، یا ایها الناس مال مکه. از یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، این پیداست که احترام قائله، یعنی کلاسش بالاتره. و حدیث داریم همین یا ایها الذین آمنوا بار را سبک میکنه، مثل که انسان یک سوالی میخواد یک کسی بکنه، بگه حضرت استاد. همین که گفت حضرت استاد، جناب استاد، این کلمه استاد وادار میکنه استاد را که سوالشون جواب بده. یا شما بری پلو کسی وام بگیری، بگی سلام علیکم، شما که آدم خیر خواه و خیر و نیکوکاری هستی، بعد یه تقاضا بکنه. همین که گفتی شما که آدم نیکوکار و خیر هستی، اینو وادار میکنی که به تو هم خیر برسونه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که اهل ایمان هستی، که حدیث داریم یا ایها الذین آمنوا بار روزه رو سبک کنه. کتب علیکم الصیام، من اینو یه وقتی یه مثالی زدم، این مثال اینجا تکرار کنم. یه بچه از آمپول میترسه، آمپول زن میخواد به این آمپول بزنه، بچه وحشت داره. اول این آمپول زن آقای دکتر یا هر کس که هست میگه فرزندم، پسر عزیزم. همیشه میگه پسر عزیزم، دختر عزیزم، این یه مقداری یه آرامشی پیدا میکنه. بعد این دست بچه رو بلند میکنه و
یه آمپول میزنه، تا آمپول میزنه میگه که کتب علیکم الصیام. بعد میگه چیزی نی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، همه آمپول زدن، همه ادیان روزه داشتن. بعد میگه چیزی نی؟ ایام معدودات، آمپول دو سه دقیقه دیگه دردش خوب میشه. 30 روز شما نهار تو غروب بخور، چیزی نیست. ایام معدود همیشه که نیست، 30 روز. بعد میگه شهر رمضان چه ماه خوبیه. بعد میگه اگر آمپول درد اومد و نتونستی روزه بگیری، من این سفر دیگه قرصش برات میستم. فمن کان مریضن او را سفره فعدت من ایام اخر. لحن رو ببینید، این لحن کسی که میخواد آمپول بزنه به بچه که میترسه. اول میگه پسرم، دو همه آمپول زدن، چما کتب علی الذین من قبلکم، سه جای آمپول چند دقیقه بیشتر درد نمیکنه، ایام معدودات، 30 روز بیشتر نی. اگر آمپول اذیتت کرد قرصش برات میستم. فمن کان مریضن او را سفر فعدت من ایام اخر، مسافر بودی یا مریض بودی روزه برات ضرر داشت. و حتی اگر برای بچه شما ضرر داشت، یا مادری که شیر میده به بچه، اگر بدونه که روزه بگیره در شیرش اثر میکنه، روزشو بخوره. یرید الله بکم الیسر، من برای شما آسونی میخوام. ولا یرید بکم العسر، نمیخوام شما بتون سخت بگیره. لحن خیلی لحن عاطفیه. خب روزه برکاتی داره. اول که تنها عبادتی که پیدا نی، مثلا حج همه میبینن، ایشون میرن مکه، نماز پیداست، حج پیداست، جهاد پیداست، خیلی کارا پیداست، تنها عبادتی که پیدا نیست. الازار روایت هم داریم که روزه مال من، خودم هم جزاشو میدن یا خودم جزاشم. برکاتی داره روزه. اول که همه مردم مده گرسنگی رو میفهمن، میفهمن که گرسنه ها در طول سال چی بهشون میگذره، احساسات اونها، یعنی تقویت احساسات، تقویت اراده. میگه 30 روز نون آب خودتو نخور تا به نون آب مردم رسیدی بتونی خودتو نگه داری. دست به همسر خودت دراز نکن تا بتونی به ناموس مردم خیانت نکنی. روزه هم تقویت اراده. میگه ببین نخور، مثل که من میگم ببین همچی میکنم شما نخندی، یا من هی میخندونم بدون میگم شما نخند. چرا؟ برای که میخوام اراده، یعنی اگر یه جای تصمیم گرفتی نخندی، بتونی نخندی. روزه هم تقویت اراده است، هم تقویت احساساته که بفهم به دیگران چی میگذره. امتی که روزه داره از محاصره اقتصادی نمیترسه، سه وعده غذاشو دو وعده میکنه. روزه برای سلامتی خیلی خوبه، خاطر که بسیاری از مواد زائدی که دو بدن هست در اثر گرسنگی اینا سوخت میشه و دفع میشه. پس روزه هم برای سلامتی خوبه. صوم و تصح و روایت داریم روزه بگیره صحیح میشه. اصولا هر چیزی از زکاتی داره، زکات سلامتی روزه هست. خب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. منتها خب روزه درجه داره. بعضی ها روزه همینه که نون آب نمیخورن، بعضی ها روزه اینه که مثلا گناه هم نمی کنن، بعضی ها روزهشون اینه که حتی از دلشون از غیر خدا نمیذارن وارد بشه. پس یه روزه داریم که نمیذاریم تو معده غذا بره، یه روزه، روزه شکم ماه آدم عادی میگه غذا تو معده نره. به بالاتر میگه نه، غیر از این که غذا تو معده نره، حرف لغم تو گوشت نره، حرف باطل هم به زبونت نیاد، یعنی هم چشم و گوش هم روزه باشه. یه عده بالاتر هم که دیگه خاص الخواص هم میگه نه، اصلش دیگه غیر خدا در دلت نباشه دیگه. حالا روزه درجاتی داره. خب از آیه روزه بگذاریم. هدف روزه چیه؟ میگه لعلکم تتقون. روزه برای تقواست. اصلا تمام برنامه های اسلام یه جهتگیری الهی داره. میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، بعد میگه لعلکم تتقون. ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. قاتل را بکشید، چرا؟ برای که تقوا داشته باشید. اینجا میگه روزه بگیرید، یعنی احکام اسلامی، احکام شمشیریش و احکام عبادیش هر دو یه هدف داره. و السلام علیکم و رحمت الله.